اصلا میخوام این دفعه سلام نکنم، مستقیم بریم واسه شروع کردن اخبار، چون خبر اعتصاب نویسندگان رو داریم و چند تا سریال و فیلم و اینا که توقف تولید شدن. بریم که واسه این بخش آماده نمیخواد آماده ایم دیگه. برو. چرا سلام نکردم؟ اینجا سلام میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدیم به ببین نیوز و اولین خبر رو بدون معطلی خدمتتون عرض میکنم. خیلی از نویسنده ها توی اعتصاب سراسری نویسنده ها شرکت کردن. حالا این اتفاق چرا افتاده؟ میگن که پولمون کمه، امنیت شغلی نداریم و از این صحبت ها. و چی شده؟ خیلی بنده به شخص خوشحالم، شما رو نمیدونم، فصل پنجم و آخر استرنجر تینگز خوابید. این از این خوشتون من. در کنارش فیلم بلید هم تحت تاثیر قرار گرفته، اونم خوابید. یادتونه قبلا گفتم یه نمیدونم گفتم یا نه، قرار بود یه مارول یه بلید داشت روی بلیدی کار میکرد که قرار بود کار کنن و اینا، اونم خوابیده. حتی برنامه ساتردی نایت هم خوابیده الان، به علت اینکه نویسنده ها اعتصاب کردن. این اعتصاب معلوم نیست تا کی قرار طول بکشه، یعنی معلوم نیست فصل آخر استرنجر تینگز کی میاد. البته اینا گفتن، هم مارول هم عرضم به حضورتون برادران دافر گفتن معلوم نیست تا کی طول بکشه، ولی خب امیدواریم که سریعتر رفع بشه و عرضم به حضورتون دوباره برگردیم به اون تاریخی که اعلام کرده بودیم. حالا این وسط برادران دافر هم دیدن آب گلالوده، گفتن ما هم به هر حال به جامعه این نویسنده ها میپیوندیم و توی این اعتصاب ها برای ددش من یارو نویسندت اعتصاب کرده، برو ببین چه غلطی کردی، خودتو الکی لای چیزا جا نزن، لای اینا که میخوان بگن که آره من خوبم و اینا، این کارا رو نکن، خوب نیست برات. آره این خبر رو خود همین برادران دافر تو توییترشون اعلام کردن که گفتن توی نمیدونم این اعتراضات و اینا ما فلان میکنیم و توقف میدیم فعلا استرنجر تینگز 5 و اینجوری میخوان سر استرنجر تینگز 5 یا همون فصل آخرش خیلی بازدید بهتری داشته و بعد بگن استرنجر تینگز برگشت و از این کارا که میکنن، ولی خب خودمون میدونیم که اینا همه چرت و پرته و این یارو الان گیر کرده نمیدونه که باید چی کار کنه، خودش تو این آدم خوبا جا کرده. میگن که اگر زیاد طول بکشه این اعتصابا، یعنی میگن بیش از 6 ماه طول بکشه، قطعا به فیلم های دیگه هم صدمه وارد میشه، یعنی به فیلم و سریال های دیگه هم صدمه وارد میشه، از جمله فانتاستیک فور یا همون چهارشگفت انگیز که اگر یعنی میگن طبق حرفایی که شده میگن اگر بیش از 6 ماه طول بکشه اونم ضربه میخوره و با مخ میخوره تو دیوار. البته یه چیزی رو بهتون میگم، مارول حالا یه سری پلنهای خاصی داشته، یه سری از فیلمنامه‌هاشو تغییر داده همونجا، یعنی حالا تو این جریاناتی که برای نویسنده‌ها پیش اومده و گفته ما کار خودمون رو می‌خوایم بکنیم، یعنی ما کارمون رو ادامه میدیم و وای نمی‌سیم. حالا دو سه تا از فیلم‌ها هم کم بشه اب نداره، ولی ما از اون ور داریم درو می‌کنیم و سال پر مارولی رو قطعاً خواهیم داشت. خبر دومم بهتون بگم، اپل، یعنی اپل تی وی، اپل تی وی پلاس، بله، اولین تریلر رسمی سریال فاوندیشن فصل 2 رو منتشر کرده. بعد حالا تو این خبره که خوندم میشه توی تریلر مشخص شده که کی پخش میشه، ولی به نظرم که حالا توی تریلر پخش کنن عموما میگن توش که کی میاد، تریلر اولیش که نیستی، فصل دومشه میگن کی میاد. اگر فاوندیشن رو میبینید 23 تیر فصل دومش میاد و از اپل تی وی هم پخش میشه، اپل تی وی پلاس، نه که حالا ما مثلا میخوایم اپل تی وی پلاس نصب کنیم، همه دانلود میکنید دیگه، قده بودی بیا بگید. برحال این از فصل دوم فاوندیشن. فصل اولشو من میدیدم حقیقتش، بازیگرهایم مثلا لیپیس توشه خیلی بازیگر مورد علاقه ایه،
این دختر سیاه‌پوسته تو اون بود خیلی نچسب بازی میکرد دیگه، آره خیلی او بد بود، خواسته که ببینید منم بازیگرم، یا اون پسر اونه منم بازیگرم. داداش تو بازی تو بکن، کسی نمیخواد ادا در بیاره. حالا میگن این برادر دیو اینا توی یه سری جریانات جدید قرار میگیرن، یه سری اتفاقات جدید قرار بیفته. اینجوری که نوشته بود، حالا نمیدونم شایعه است یا واقعیت، نوشته چند تا بازیگر جدید مطرح هم قراره داخلش ایفای نقش کنن. هنوز اسمی چیزی نیومده، حتی تو تریلر هم نشون نمیده. حالا باید ببینیم این بازیگرای مطرحی که میگن مطرح قدیمیه مثل خود لیپیس، یا اینکه نه مطرح جدید مثل بازیگره مثل استرنجر تینگز. بله من خیلی با این استرنجر تینگز خوشم نمیاد ازش، منم تو ویدیو خودم دلم. آره ببینیم بازیگر مطرحش کدوم هست. داشتم میگفتم فصل اولشو نگاه کردم، یه چند قسمتی رو، بعد نمیدونم چرا دیگه ندیدم، نکشیدم حداقل، یعنی چیز نکشیدم زیست، یعنی فیلم مرا جذب نکرد. بله میگن که سریال هی نگو فیلم منو جذب نکرده، نمیدونم، ولی خب خیلی دوست داشتم ببینمش. نمیدونم یو چی شد، درگیر کار شدیم و اینا ندیدنش، ولی خب چند قسمت شد دیدم، خیلی از اون حرکت خوشم میومد. انجوی. بریم سراغ خبر بعدی. تو این قسمت خبر زیاد ندارم براتون، ولی خب خبرهای خوبی هم نمیدونم میدونید یا نه، ولی خب مارول هم داره به بد مسیری میره. آره تام هالند دیگه توی مارول نقش اسپایدرمن نداره و قراره جایگزینش کنن، یعنی تام هالند هم اومده بیرون. حالا تا اونجایی که من دیدم مثل که انیمیشن اسپایدرمن اومده، و یه جایی دیدم حالا اینا همه نظرات شخصی بود، یعنی کسی 100% اعلام نکرد، ولی میگن مثل که یه خانومی قراره جاش اسپایدرمن چه. مارول دیگه داره میشه مجمع زنان میشه. ببخشید من اینجوری میام، ولی خب نباید اینجوری بشه. چرا در مورد این صحبت کردم؟ تام هالند یه سریال کوتاه بازی کرده که تریلرش پخش شده، The Crowded Room، اتاق شلوغ. یه مرد جوونیه که تو یه حادثه تیراندازی درگیر میشه و بعد از اون ور بازداشتش میکنن و یه سری اتفاقات جذابی براش این وسط میفته، یک سری نقاطی رو تو زندگیش کشف میکنه. چیز زیادی ازش به جز تیزر نیومده، ولی خب این سریال قرار از اپل تیوی پلاس پخش بشه. سه قسمت اولش رو منتشر میکنن 19 خرداد و بقیهش هر جمعه منتشر میشه. بچه ها ایران هم که طبق همون، یعنی جمعه اومد رو سایت، های ایرانی هم میتونید این فیلم رو ببینید. تیزرش یکم حال و هوای فیلم های هیجانی رو میده، یعنی اونقدر حس نمی کنی که حالا از چه سبکی پیروی میکنه، ولی خب مثل که اتفاقات عجیب غریبی میفته توی فیلم برای این آقای دنی فکر کنم. خلاصه داستانم براتون میخونم. آره دیگه بریم بخونم. این سریال ماجراهای دنی سالیوان رو دنبال میکنه که در سال 1979 به جرم مشارکت در تیراندازی شهر نیویورک دستگیر میشه. این سریال جذاب و هیجان انگیز داستان زندگی دنی را به وسیله مجموعی از مصاحبه ها روایت میکند که در آنها یک بازپرس کنجکاو و سراغ بررسی فراز و نشیب های زندگی و گذشته اسرارآمیز این مجرم می رود تا پرده از اسرار پنهان بردارد. آقای متیو مکانهی توی فیلم جنایی بازی کرده به اسم The Rivals of Amicia King. اسم فارسیش میشه رقبای Amicia King. گفتن فیلم شخصیت محوره، سعی کردن همه چیز در موردش مخفی نگه داشته بشه. من یه سرچ عمیقی هم کردم براتون، یه تیزری چیزی ازش در بیارم، هیچی نیست. حالا شما اگر که چیزی پیدا کردید به ما برسونید، ولی خب نبود. من نه عکسی ازش دیدم، همه عکسای قدیمی رو زده بودن، یه سری تیزری علکی پلکی ساخته بودن از فیلم‌های قدیمش.
نمیدونم چرا اینجوری فیلم میسازه، ولی خب همه چیش رو تا الان مخفی نگه داشتن، شاید به دلیل این بوده که قرار تو جشنواره کن به فروش برسه این فیلم. تنها چیزی که تونستم پیدا کنم اینه که متیو مکانه تو این فیلمه نقش اصلی رو داره و توی یه منطقه دور افتاده در اوکلاهاما اتفاق میفته. امید دارم که فیلم خوبی باشه این، یعنی این فیلم رقبای آمیزیا کینگ. احساس میکنم این یارو آمیزیا کینگ یکی هست، یعنی چون سرچ کردم یه نفری رو به معرفی کرد، حالا در موردش نخوندم، ولی خب امیدوارم که فیلم خوبی باشه، نه مثل دارک تاور باشه فقط از متیو استفاده کرده باشن در این که فیلم بفروشه یا هر چیزی. ولی خب توی کن قراره اینجوری که نوشته بود به فروش برسه، امیدواریم بعدش یه تیزر یه چیزی ازش پخش کنن که ما هم ببینیم. خودم به شخص خیلی دوست دارم که الان انیمیشن ببینم، ولی خب انیمیشنی هنوز نیومده. ماریو ترکونده تا الان، البته تا قبل از گاردین آف گالکسی. ماریو تو 4 هفته صدرنشین گیشه آمریکا بود، الان جاشو داده به همین گاردین آف گالکسی، ولی فروشش هنوز ادامه داره. حالا اومدن گفتن که قراره روی ویودی منتشر بشه، تاریخ هم دادن که میشه 26 اردیبهشت، یعنی امروز باید منتشر، ولی پستو پاک کردن، یعنی اون چیزی که در موردش اومدن گفتن که آقا قراره 26 اردیبهشت بیاد رو وی او دی و اینا، ولی پاک کردن این قضیه. پس مسکه قرار تغییر کنه یا انتظار میره که تغییر کنه. البته اینم بگم، خب آره دیگه دیدن هنوز داره میفروشه، با اینکه حالا جاشو با فیلم گاردن آف گالکسی عوض شده، ولی هنوز داره میفروشه و خفن و اینا. تیزر بامزه ای هم داره، گفتن چرا الکی بدیمش رو ویودی، بزن هنوز بفروشه، وقتی خلاص شد میدیمش رو ویودی. الان دادیم رو ویودی، همه جهان میخوان دانلود کنن و ببینن و این شکلی. نقش ماریو هم کریس پرت بازی میکنه، البته اتفاقی هم نیفتاده دیگه، خود کریس پرت تو گاردن آف گالکسی هستش، تو ماریو هم هستش، حالا این دوتا فیلم بالا پایین میشن خبری نمیشه، آشناس با هم صحبت میکنیم در میاد. الان یه چیزی دیدم اینجا خیلی جذاب شده، همه منتظر این بودن، حالا اون همه که میگم منظورم طرفدارای آقای نولانه، فیلم اتمی نولان به سمت پرده سینما میره. واویلا فیلم پرستاره بهش میگن، این چیزی که در موردش نوشتم میگم فیلم پرستاره نولان در مورد چیه؟ بمب اتم قرار بود توش منفجر کنه، ببینیم حالا سی جی اف کرده یا بمب اتم زده، شاید بمب اتم زده نمیدونم، آقای نولان دیگه. یونیورسال پیکچرز یه پوستر منتشر کرده و تریلر، حالا تو فاصله چند روز که اعلام کرده آقا ما داریم میایم، خوش اومدید. تیزرش واقعا گیرا بود، خیلی تیزر جذابی داشت، حالا نمیدونم شما چقدر حال میکنید با تیزر همینجوری که میبینید. بله، فیلم جدید آقای کریستوفر نولان به اسم اوپنهایمر قراره بیاد رو پرده. کی؟ 30 خرداد. 30 خرداد؟ نه 30 تیر بذار. بله 30 تیر قراره بیاد رو پرده. در موردش خواهم بهتون یه چیزی بگم. این فیلم یه بیوگرافی درامه در مورد آقای جی رابرت اوپنهایمر که پدر بمب اتمه، میگن پدر بمب اتمه، ولی نوشته آمریکاییه. این فامیل، این نوع فامیل، اصلا این نوشتنش و اگه شاید تحقیق کنیم بیشتر در موردش، آلمانی میخوره، میدونید، چون آمریکا که علمی نداشته اون موقع توی جنگ جهانی، علمی نداشته، علم فقط پیش آلمانا بوده. و این اتفاق، یعنی توی فیلم در مورد بمباران، یعنی بمب هسته‌ای ناکازاکی و هیروشیما صحبت میکنه، این اتفاق مال اون موقع است که به نظر فیلم خوبی میاد از تیزر و اینا. امیدوارم نولان یه حرکتی زده باشه که بگیم اوف عجب فیلمی
مثل همیشه، ولی متاسفانه که نه، خوشبختانه اینقدر کارشناس فیلم و سریال و اینا توی ایران داریم، همه اومدن فیلم تنت نولان رو، آره آقای نولان این چه فیلمیه ساخته پاره عمو جون، فیلمی رو که نمیفهمی در موردش اظهار نظر نکن. شاید تو فیلم تنت رو نفهمیدی، خود نولان که میفهمی چی ساخته، قرار نیست تو واسه هممون نسخه بپیچی که، تو اگه بلد بودی کارگردان میشدی. به اسمش تو واقعیت ها به اسمش نمیخوره حالا آمریکایی باشه، ولی خب همه جا نوشتن آمریکایی و ملت فکر میکنن پدر نمیدونم بمب اتم آمریکاییه، ما اینا میگن آمریکایی، ما هم میگیم باش آمریکایی، یه روز در میاد. خب بریم ادامه صحبتم که گفتم این فیلم آقای نولان پرستاره است، کیلین مورفی، رابرت داونی جونیور، نمیدونم مد دیمون، امیلی بلانت، گری اولدمن و و و و و خیلی بازیگرهای دیگه که هر کدومشون برای خودشون خفن‌ترینن. مشتاقانه امید، یعنی در این حده که آقا من خودم گفتم نرید رو پرده‌ای ببینید، ولی بازم نرید رو پرده‌ای ببینید. یه فانتزی دارم که تا اومد برم مثلا رو پرده‌ش دانلود کاری ببینیم این فیلمه چجوریه، ولی خب تیزر خوبی داره، تیزر این بغل براتون گذاشتم، ولی چون کپی رایت میزنه خودم هم نصفش هستم، شما میتونید کامل تیزرها رو در کانال تلگرام مشاهده کنید، براتون آدرسش هم میذارم. این سری رو با یه خبر غیر ترسناک تموم میکنیم که حالا من خودم زیاد طرفدار این سری فیلم ها نیستم، ولی خب خیلی اومده، گفتم شاید شما هم بخواین بدونین. توی سری و خشن 10 یا که بهش میگن فست ایکس، جان سینا و این آقای جیسون موموا روبروی هم قرار میگیرن. یه ویدیوی ازشون اومده که این بغل میبینید، به نظر حالا این با از تیزره من این چیزو برداشت کردم، برداشت کاملا شخصیه. البته اینم بگم این بازیگرای قبلی هم هستن، حالا تا وین دیزل و اینا هستن، ولی خب این سری جان سینا و جیسون موموا توی چیز هستن، توی فست ایکس. حالا داشتم حرف قبلیمو بگم بهتون کاملش کنم، اینجوری که داخل ویدیو اومده یک بچه توی کار هست و احساس میکنم خیلی فان باشه این قضیه، حالا از این تیکه که دیدم نمیتونم برداشت کلی کنم، ولی احساس میکنم فان باشه، چون یه جایی هست بچه میگه هولی شش، بعد مثلا جان سینا میخواد جلوشو بگیره که میگه خوب بود، کارت خوب بود. Oh no, you're good. You're good. Okay. Song lyrics, stub toes and cannon cars. دست در نکن. نمیذاره فوش بده. احساس میکنم چون حالا با وجود این نوجوانی که آوردن توی فیلم ممکنه یه خورده جنبه فان داشته باشه. یه موزیک از فیلم جین دوبقی با بازی آقای جانی دپ منتشر شده، این موزیک رو توی کانال تلگرام گذاشتم، میتونید برید اونجا دانلودش کنید و بشنوینش. خیلی موزیک کوتاه و قشنگیه به نظرم، خیلی قشنگ و دلرباه. چیزهای دیگه هم توی کانال میذارم، حالا عکس و تیزرها و تریلرها رو کامل میذارم اونجا، اونجا مشکل کپی رایت نداریم، براتون میذارم اونجا، میتونید ببینید. شب بخیرتون.